بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود بر شما بعد از حمله راکت بالستیکی یمن به با تلویف اویف گفته بود که ما انتقام از تمامی جناها میگیره و در عوض رهبر انصارالله گفت که عملیات های بزرگتر در راه است و عملیاتی که انجام شد مفقانه یک امتحان هم بود و در این حال یکی از رهبران مقاومت عراق گزارش کرده که تسلیحات جدید و میوار مقامت رسیده که در عملیاتهای بعدی به کار می روید. خب اول هشدار ناتانیاو به اوسیا رو بگیم که بعد از یک که در تلویف صورت گرفت گفته که ما از یمنی ها سخت تاوان خواهیم گرفت و اونا باید منتظر باشند. خب در جوابش ابو عبایده سخنگوی حماس البته جالب است که نسبت به مشاورایی که خود نتانیو داره ابو وایده یک مشوره بسیار بهتر برای اسرائیل داره گفته که گسترش جنگ و گشودن جبه های جدید اقدام احمقانه است که نتانیو را به سمت فاجعه اجتناب ناپذیر سوق میدهد که البته بساره یک مشوره تو منطقه خوبی از برای نتانیو که وقتی که درگیر جنگ استی در دو جبه یا سه جبه دیگر باز کردن یک جبهه دیگر در برابر یک قدرت کشور قدرتمند مثل یمن که شما رو به این حالت رسانده منطقی نیست و عبدالملک حسی رهبر انصار الله یمن گفته که عملیات امروز که با موشک پیشرفت انجام شد سامانه های دشمن دور زد و مسافت حدود 2040 کیلومتر را به عنوان بخش از مرحله پنجم تشدید تنش ها کرد مرحله پنجم عملیات ها یعنی که اینا اعلان کرده بودن چند ماه پیش که ما آمادگی فاز پنجم جنگ میگیریم و معلوم میشه که آغاز شه حمله راکت هایپرسونیک کردن در ادامه گفته که ما با با حملات هماهنگی شده با محور مقاومت ادامه میدیم محور مقاومت یعنی دیگه گروه های محور مقاومت از جمله عراق و لبنان و گفته اون چی هم که در راه است بزرگتر است یعنی که هنوز کاری که ما نکردیم شما قدر ناراحت شده نیازورتان داده هنوز بسار جنگ عملیات ها باقی مانده خب یک گپ جالب است که برای حمله حمله ب... یمن به تل اویو موشک باید 1700 کیلومتر تقریبا از آسمان عربستان و اردن و اسرائیل باید عبور بکنه تا که به فرض مثال در اسرائیل ظاهر شده و که 2040 کیلومتر میگه و وقتی که اینا تقریبا تمام مسافت دریای سرخ طی کردن از بغل گوش و اردن و عربستان گذاشتن و وارد خاک و وارد هوای هوایی حریم هوایی اسرائیل شدن و رفتن به هدف به هدف کوبیدن خب البته قبل از اینکه موشک وارد حریم هوایی اسرائیل شود سیستم دفاعی موشک پایکان که میگن پایکان هم ارو هست. آرو ارو 2 و ارو 3 اونا باید فعال میشدن که موشک راهگیری میکردن که اونا نشدن سامانه گنبد آهنین البته در تلوی فعال شد اما گنبد آهنین برای راهگیری موشک های بالستیک دوربرد طراحی نشد از هم خاطر است که اونا نتونستن کوره او به درستی راهگیری بکنن پس اون بعدا ما گزارش را از یک مرجع اسرائیلی بر شما می خونم که بهانه‌گیری کردن که بسیار غیر منطقی که در مورد حمله راکتی بالستیک خب بیانیه ابو،, ابو علا الولایی رهبر گروه مقاومت عراق کتایب سید الشهدا در خصوص عملیات یمن در تل گفته که مرحله جدید عملیات محور مقاومت با نسل جدید تسلیحات و موشکها، که برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرد انجام خواهد شد خوب ممکن است در آینده شاهد استفاده از موشک های مافوق سوت یا می هایپرسونیک توسط می مقامت عراق هم باشیم یا شاید برخی از پهپادهای نسل جدید مانند پهپادهای چند ماه پیش فرزن سال یمن در برابر تلویف انجام داد پهپادی که به نام یفا بود او هم دو هزار کلومتر تایی کرد رفت در تلویف اونجا به هدف اصابت کرد بدون از این بدانین فاول شد و اصاب براتی رفت کار خدا کرد او هم از یک امتحان بود و مقاومت ایراق خوب چون حال خودشان گفتن که تصدیحات جدید برای محورهای مقاومت داده میشه یا رسیده, رسیده. امکان داره که از او جمع پهپادا برای زینات داده باشن بخاطر که اعمالات عملات, عملات پهپادی بیشتر میکنن نسبت به راکتی اما گفتن نمیشه امکان دارن راکت های هایپرسونیک هم بتن او که ما در موردش صحبت میکنیم که تا ما میفهم در ایران هایپرسونیک وجود داره نام فتا دو است فتا دو البته از خود ایران اگر از, از کرمانشاه یا خوزستان پرتاب شود در ظرف سه دقیقه به تلویف میرسند نگه اگر از عراق و سوریه یا لبنان شما پرتاب بکنیم کمتر از لبنان اگر پرتاب بکنیم خب تقریبا در چند ثانیه خدا میرسانه به هدف سرعت زیاد داره که البته کاربرد نداره از حساب لبنان اگر از نگاه جغرافیایی دیده شود ضرورت بر راکت های پرسونیک نیست اما عملیات های که بلان میکنه کلش مفقانه انجام میشه اما هایپرسونیک از عراق از،, از سوریه و از یمن خاصتا بسیار مفید است هایپرسونیک خاصت خاص دیگه هم داره که به آسانی قابل رهگیری نیست توسط پدافنده هوایی فرض مثال گنبداهنی اما پدافند های اوایی وجود داره که فرض مثال اونا را گیری بکنه از جمله که همی پایکان است، پایکان دو و پایکان سه که اسرائیل دارن اینا در دا این جنگ زاد امتحان نشدن به خاطر که از راکت های بالسته که دور بار استفاده نشده در برابر اسرائیل در از اون خاطر اونا هیچ وقت عملیاتشان فرض مثال امتحان نشد تا یک امروز یا دیروز عملیات یمنی انجام شد و نشان داد که اونا نمیتانن بکنن. گیری بکنن گنبه دهانین بجای خود فعال است درستر کار میکنه اما رد از اون پیدا کرده و هر چند وقت بعد عملیات های انجام میده که اون میزونه میزنه که البته دیروز یکی از پهپاد های هزبالا رفت و یک پایگاه را در نزدیکی دریای رود و اردن در منطقه جلیل اسرائیل همراه پهپاد کو بیدم یک تا پهپاد بسا براوتی تیر شد ایچ کدام پاد دفاعی نبود که رستاد بکنه بر صورت خب هر اتفاقی که در حال حاضر روی میده میتونه با اطلاعاتی که ایران فنگام جای عملیات وحده صادق جمعوری کرده بود ارتباط داشته باشه و اطلاعات ممکن است به میور مقامت بر دار سامانه سامانهای دفاع اسرائیل و حمله به اهداف کمک کنه بعد از اونمو حمله بود که بسیار اطلاعات خوب خوبه از،, از دفاع اسرائیل و از دفاع منطقه در کل ایران حاصل کرد که باز به با طور طبیعی و اطلاعات در بین محور مقامت به طور خودی شریک میشه و بعد از هم تسلیحات خود یا سلاح خود مشکای خود پخبادای خود برابر میکنن که بتونن که دفاع را دور بزنن بر صورت دوستان در ادامه معاون رئیس سازمان و رسانه ای انصارالله با الجزیره گفته که ما در حال توسعه تسلیحات خود در کنار مطالعه سیستم های دفاعی اسرائیل هستیم همون رقمی گفتم جمعوری اطلاعات و اشتراک گذاری اطلاعات در میان محور مقامت البته یک تهدید بزرگ برای دفاع اسرائیل است این عملات از البته به این محور ها کمک میکنه تا اطلاعات مهمی را در خصوص توان دفاعی اسرائیل جمعوری بکنن و سپس تمام اطلاعات به ایران منتقل میشه که قطعاً تسلیحات خود ایران بر اساس تقویت و بر اساس همین اطلاعات هم تقویت میکنم ارتقا میده خب محور مقامت یک از خوبی که دا داشتن از این یک از خوبی که ایران هم اصله هایی که در داخل خود جور میکنه اونها بر از اینا تحویل میده در یمن در یا در, در, لبنان او را سر اسرائیل تست بکنن ببینن که تا چی اندازه موفق میشه برای زدن اهداف اگر موفق بود خوب اگر نیاز به بهتر ساختنش بود خب او کارم میکنن و اگر نیاز بود همه امتحان میکنن دفاع اسرائیل که سلای نوتر بسازن که بتونه وارد دور بزنه که حالا ما شما میبینیم که اسرائیل در خاک خاطر بخاطر امی شده خب انتلی تایمز که یک شبکه لارسانی اسرائیلی است در مورد موشکی که بر تلویف پرتاب شده یک گمانزنی کرده و گفته که با به احتمال زیاد که یمون موشک هایپرسونیک فتا دوی ساخت ایران است که به روسیه داده شده و گفته که موشک هایپرسونیک به اعتقاد ما اکنون بر اولین بار به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته یک موشکی است که توانایی مانور دادن علیه سیستم های دفاعی موشکی آمریکا و اسرائیل داره البته موتور و بالایش که از بسیار خاص است نسبت به راکت بالستیک دوربرد که البته هایپرسونیک نیست قابلیت مانو داری یعنی که میتونه وقتی که به طرف هدف پرتاب میشه و و فرض مثال دفاع هوایی که از جمله پایکان دو یا پایکان سه باشه یا پاتریوت باشه که برای فرض مثال در برابرش قابل قابلیت از داره که از او پدافنده هوایی و از او راکتاب گریز بکنه یعنی مورد حسابت قرار نگیره مانور بکنه در هوا و اونا رو دفع بکنه و برای به هدف خود بزنه اگر مشک نیمه هوشمند است گفته که محور مقامت احتمالا در حال یادگیری نتایج و آمادشن برای ادامه حملات است آیپرسونیک البته دوستا معنایش این است که فرض مثال تنها تیز باشه راکت های بالستیک دیگه هم که تیز است و موسورت است البته فرق راکت بالستیک و راکت بالستیک البته عادی و راکت بالستیک هایپرسونیکی است که راکت بالستیک وقتی که شما پرتاب میکنین در خط سیر ہم تو بالا میرا و تو دمیا خط سایر تو پایان نہ ہے وہ بس براتی رہ گری میں اگر پدافن رہے ہوئی تھا باشد ہائی پرسونک در وقت که در هوا میره، در هوا حرکت میکنه مانور میره و قابلیت کشف و دیتیکٹ و فرض مثال تو کشف از یک راکٹ با طرفش میں کہ دفع بکنه اور دار و بوس میں شک خدا تو زگزاکی بره و نتونن نتان کورا فرم سال بزن و خود بسا بزودی به هدف بزنن فرقشی نیست در از او در صورتش با راکت یک بالستیک که دور برد یا میان برد قدر تفاوت نیست خاصیت هایپرسونیکی است که مانوری است و میتونه که رادار گریز باشه به با صورت در ادامه دوستا و ارتش اسرائیل ادامه میکنه که این موشک هایپرسونیک نبوده همیال قسمی که بر شما تشریح دادم بلکه یک موشک بالستیک میان برد بوده گفتم موشک تا حد توسط سامانه موشکی زده بالستیک دو و سه دهگیری شد و باعث شکسته شدن آن بر فراز هوای اسرائیل و ریزش زباله ها از جمله کلاهک در جنگل مجاور شد یعنی که او رو زده اما او در هوای اسرائیل زده شد و او پاش پاش شد و بالایش و زبالایش کلش به زمین پر افتاده ای که میگه تا حد توسط سامان های مشکی زده بالستگ را گیری شده که یعنی او را نتانستن که پیش از اینکه به هوای اسرائیل برسه او را سرنگون بکنن خودشان گفتن که تحقیقات نشان میده که پرتاب موشک از غرب یمن صورت گرفته توسط سامانه های حجدار اولی اسرائیل شناسایی هم شده بود اما وقتی که تازه پرتاب شده بود شناسایی شده بود و گفته ردیابی از اون نشان میده که موشک بالستیک هایپرسونیک نیست که او رقم ها ادعا میکنن خب اینال اینجا بسار گپاس به این که پرتاب وقتی که پرتاب صورت گرفته از غرب یمن به گفته تحقیقات ارتش اسرائیل که پیش از پیش شناسایی شده بود اما وقتی که از غرب یمن فرض مثال پرتاب شد شناسایی شده بود اما با این حال موفق شده که دو هزار کیلومتر پرواز بکنه وارد حریم هوایی اسرائیل هم شود و بعدا به گفته خود از یا که تا یک حد راهگیری شود خب اگر می فهمیدین که موشک با پا... حدود 15 دقیقه پیش در حال پرواز در آمده و به طرف شما آمده را اون از 15 دقیقه وقت دارین چطور که شما به طور کامل فرض مثال را راه گیری نکردیم خب مورد امر نمیرا میزدین می زودتر پیش از اینکه با اوای شما به فرض مثال در فراز آسمان تا چرا توسط همین نیروی دریایی ائتلاف که در دا دریای سرخ از راه گیری نشد البته جو سه تا کشتی جنگی است از ائتلاف آمریکا و انگلیس اونها خب خبر نشدن البته مسئله پایکان هم از سامان های موشکی پایکان که اینا میگن و زده بالستیک پایکان دو و پایکان سه پایکان دو که از خوب البته اهداف میتونه در برد 500 کیلومتری شناسایی بکنه و تقریبا در 100 کیلومتری یا 200 کیلومتری اونا را منحدم بکنه اهداف دعوا بزنه اما پایکان سه بسیار پیش رفته است پایکان سه اهداف حتی در 1000 کیلومتر شناسایی میکنه رادارش را بسیار خوب است و این سامان ها اهداف در در 2400 کیلومتری میتونه بزنه 2400 کیلومتری که یعنی اون می که از طرف یمن پرتاب شد 2040 کیلومتر رفت پرواز کرده باز رفته اسرائیل از راه گفته تحقیقگرای تق... ارتش اسرائیل که ما رو کشف هم کرده بودیم هم وقتی که پرتاب شد این راکت بالستیک که هایپر سونیک نبوده به گفته خود اسرائیل یا. اما ایدن 15 قدمی هوا بوده راست رفته تا تل رسانده خود وقت من هدم شده وقتی که قدر قابلیت های بسیار خاص ماشین ها و سامان های دفاعی شما دارین که پایکان سه قابلیت از داره که در کیلومتر پیش از که به خاک اسرائیل برسه شناسایی بکنه و هدف موجه از بین ببریش چرا که ب... چرا پایکان سه کار نکرده؟ بسیار عجیب نیست وقتی که اینا یک اسسمنت میتن از, از توانی های خود توانایی های سامان های دفاعی خوده در نظر نمیگیرن وقتی که شما این گزارش هم میتن سوال برانگیز است یک کس از مسئول سوال نمیکنه که چیزی را که میگه خیلی خی... پایکان رو سیره بچی خیلی نصب کرده و یک چیز دیگه بهتر پاتریوت بر بهتره ناس هست و ایت را نیست که فقط ما فرض بکنیم که یمن یک تانی یک تا موشک پرتاب کرده باشه و این نزده تاش از ادم و یک تاش مفق شده که در حریم اوایی اسرائیل داره و برای هدف خدا بزنه ایت را بوده فقط یک تا موشک در برابر کل سیستم دفاعی اسرائیل آمده و بازم تانسته ایره دار بزنه بر در حریم اوایش شما فرض بکنین که اگه یک تا موشک نباشه و, و فرض مثال ست تا باشه یک, یک اشتباهی بسار کلان است که ایره فرض مثال ایره تحقیقات کرده یک, یک نوع سرپوشی است سرپوش گذاشتن است اما یک اشتباهی بسار بزرگ به توجه به این واقعیت است که اگه میتونسته انبوهی از موشک ها به سمت تلویف پرتاب شد و تقریبا باعث ویرانی شهر شد اطلاعات جمعوری شده از این عملیات به محور مقاومت و یک مشکل بسیار بزرگ دفاعی به اسرائیل خواهد بود به خاطر اینکه اونا کشف میکنن با این عملیات ها که چیز ضعف داره اسرائیل و این چیزا در دراز مدت محور مقاومت ایران برای انجام عملات موفقتر البته کمک میکنه اسرائیل ده و در 11 ما در بسیاری جهات تانسته که دفاع خود بگیره اما در برابر حزب الله کوتاه در برابر دیگران تا اندازه موفق بودن اما دیگرها کم دور بودن ولی این عملیات های کال انجام میتن با موشک های دور برده هایپرسونیک بسار بزودی یا اگر جنگ دوام بکنه اینا هم موفق میشن که اهداف دا داخل اسرائیل بزن باز وقت اسرائیل دیگه باز درد سرش زاد میشه بختر خودش هم مزبور میشه که برای دو هزار کیلومتر دورتر اهداف دیگه نیروها رو بزنن هم مثل در دا یمن عملیات کردن خب سرلشکر تومربار که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل است به یمن هشدار داده و گفته که ما میدانیم که چگونه در برابر همه کسانی که با دست دراز و قوی به دنبال آسیب رساندن به ما هستند پاسخ دهیم درست اسرائیل قابلیت هواییش بسیار خوب است خود نشان داده که در عملیات های هوایی دورتر در برابر کشورهایی که دستش بسته است خوبتر است اون یک بار یمن را زدن اینا بر صورت انتلی تایمز شبکه لارسانی اسرائیل گزارش دیگه هم انداخته البته گزارش نیست یک پیشنهاد کرده گفته پس از شلیک موشک بالستیک به با سمت مرکز کشور اهداف بعدی اسرائیل در یمن به شرح زیر است سه چیز اونا نام گرفتن سه پایگاه یکش بندر سلیف است بندر سلیف در غرب یمن است برای تجارت به کمک های بشر دوستانه دسترسی مسیرهای کشیرانی دریای سرخ بسیار حیاتی است برای روسیا خاصتا دیگه فرودگاه بین المللی سنا است پایتخت یمن که شرحش خودی است دیگه بندر راس ایسا است بندر راس ایسا بندر اصلی صادرات نفت انرژی یمن است و همچنین یک موقعیت استراتژیک برای کنترل مسیرهای دریایی دارد بسیار کلیدی برای اکمالات درونی یمن هم است البته یمن شمالی که خود روسیه اونجا حکومت میکنن این سه تا پیشنهاد کردن و سابق هم البته عکس برداری های از چه صورت گرفته توسط اسرائیل و امکان داره که اگر عملیات در برابر یمن انجام بگیره از این بندر باید باشه اما ببینیم که اسرائیل دیگه چی میکنه دیگه ای که اسرائیل عملی بسیار گسترده را به جنوب لبنان هم انجام داد دیناروز و نتانیاهو در برابرش گفت که اسرائیل آماده عملیات گسترده و قدرتمند علیه حزب الله است در جنوب لبنان گفتم ما آغاز کردیم برنامه‌ریزی کردیم بخیر آماده جنگ تمام عیار با الله هستیم و گفتم ما باید برای یک کمپاین تورانی در شمال آماده شویم و این مستلزم هزینه های گفته. است بدون شک هزینه امریکا میپرد و هیچ تشویش نداشته باش تشویش از ای باشه که دست آورده چی خواهد بود در غذا موندی در کرانه باختری در آمدی حالا میخوای بری به طرف شمال خب ببینیم دیگه در پاسخ البته به این حمله گسترده هم که اسرائیل کرد اون رقمی در اول برنامه گفتم بالا یک پهپاد پرتاب کرد که در نزدیکی رود اردن در یک پایگاه نظامی اسرائیل اصابات کرد و گزارش میگه که چند تا از سربازای اسرائیلی زخمی شدن و سوال دیجه ایجاست که گنبه دا هنین دا کجاست که این تا رود گردان میره رود اردن البته قدرم در شمال نیست که بخیر در سرحد لبنان باشه نزدیکتر از وقتی رود اردن میم تقریبا پیش اردن است اون او ویدیوش هم کردن یک تا په بود یک په بود نمیتو گذاشته تیر شده رفته بسیار براتی عداف خود پیدا کرده زده و نتیجه خود گرفته در ادامه سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گفته که نتانیا روز سه شنبه در مورد تغییر وضعیت موجود در الاقصا مزید الاقصا به صورت فوری بحث خواهد کرد نتانیاهو با تعداد از وزرا و رؤسای دستگاه امنیتی درباره وضعیت کنونی الاقصا گفتگو کردن و این گفتگو بر سر از که خب مسجد الاقصا در یروشلم است زیر کنترل اسرائیل البته منطقه در کنترل اسرائیل است اما مسجد یک یک ترست اسلامی است مربوط میشه به اردن به نام وقف اردن و وی وقت فوردون از مثال 1967 که یورشلم به دست اسرائیل خود کرد اینا یک توافق کردن با اردنیا که خب ما منطقه را یعنی جغرافیا رو در کنترل داریم اما مسجد که یک مکان اسلامی و مذهبی است میتونه که متراست اردنی مدیریت چه در دست داشته باشه خارج از کنترل اسرائیل او دمو زمان بود حال دیگه نتانیاهو جلسه میگیره هدف که کنترل ازیره به دولت اسرائیل بده مسجد خب کنترل مزیده گرفتن قدر مسئله جدی نیست اما مسئله جدی است که باز که از این مسجد چی میکنن اینو فکر نکنم به این اندازه جرات بکنن که دست به ویرانی مسجد یا یک نوع سبوتاش بزنن چون بسیار مسئله کلان است اما دیدم اسرائیل از دست اسرائیل هر کار ساخت خب خبر دیگه است که استفاده ارتش اسرائیل از پناهجویان افریقایی در جنگ غزه روزنامه هارت سیر رو گزارش کرده و گفته دستگاه امنیتی اسرائیل با سوء استفاده از وضعیت حقوقی پناهجویان آفریقایی و با دادن وعده های فرض مثال الفصل فصل اوزای اونا رو به ارتش جذب میکنه و جنگ غذا میفرسته ای هم آل کنده اوکراین شد اجیر میپاله از افریقا البته ای که افریقایی در اسرائیل چه میکنه خب یک فلسفه داره دو جا بسار و ها کار میرن خاصا افریقایی از حوشه هستن در حوشه یهود زیاد است کشوری هست بسیار میکس هست میکس مسلمان مسیحی و یهود و از تاریخچه رابط خوب با اسرائیل هم دارن و از اوقات بسیار از بسار پناه جو میرن اما مسئله ریسیزم یا یک نوان نجات پرستی در اسرائیل یکم مشکل ساخته وضعیت برسونه اما دیگه و از در اسرائیل نباید توقعی بیشتر از این چیزها داشت خب روزنامه بلومبرگ بلومبرگ امریکایی گفته که امریکا و انگلیس نگران توافق هستایی احتمالی ایران و روسیه هستند حالا یک گپ نو پای داشته. اینا گفتن که روسیه اطلاعات و فناوری های محرمانه ای را در اختیار ایران قرار می‌دهند که ایران را به ساخت سلاحی هستایی نزدیک‌تر می کنه. و در ازای آن ایران برای روسیه مشک بالستیک بر جنگ اوکراین میده. به خاطر که چی؟ که شاید البته روسیه نمی که راکت بالستیک بسازه. خب اگر چی گزارش بسیار اغراق آمیز است بسیار تو به نظر می اگر توری مگر بین روسیه و ایران اگر اتفاق بیفته برای موشک های بالستیک نخواهد بود ارزش فناوری هسته بسیار بیشتر از تکنولوژی موشک موشک های بالستیک است که خود روسیه البته اون رو تولید میکنه اما در مجموع گزارش شده که ایران با ساخت سلاح هسته ای بیاز نزدیک است و گزارش ها البته این از ماه فبروری امسال در رسانه های خودم و غربی و شرقی با دست به دست میشن که ایران فرض امسال به تکنولوژی هستهی دست یافته و در چند هفته دیگه یا چند ماه دیگه اینا دست به ساختن سلاحی هستهی میزنن اما البته این کدام گپ تجباور نیست دیگه. دست یاب ایران به فناوری هستهی اینا چندین ده سر از او کار میکنند که حالا باید, دیگه. باید به با نتیجه برسند تکنولوژی هستهی تکنولوژی نوی نیست. این از جنگ جانی دوم است. سکون هست. که حالا باید به یک نتیجه رسیده باشن که گزارشات هم نشان میده امسال که اینا به یک نتیجه رسیدن اما اینکه بلومبرگ میگه که روسیه ماده است که تکنولوژی هسته ای را به ایران بده و بدلش تکنولوژی بالستیک بگیره و همه روزه که در راکت های کروز بالستیک رو اوکراین کوبیده روان از از ایران موشک که بالستیک چه بکنه خب برصوره باز معلوم میشه خب بلومبرگ یک شبک یک خبرگزاری است که بسیار چیزای عجیب میکنه بر صورت دوستان تمام گزارشات این برنامه تامی حد بود تا برنامه دیگه شما رو به خداوند میسپارم